سرخط خبرها. سیلاب ها در غزنی، هزاران خانواده به دست گرسنگی و مرگ مواجه شدند. حمله تازه جبهه آزادگان بالای طالبان در کوههای سالنگ که تلفات سنگین بر آنها وارد کردند. حمله آزادی بخش بلوچستان بالای پاکستانی ها ده ها تن کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزیر دفاع روسیه زنگ خطر را در مورد تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم هشدار داد. در اثر فرو ریختن سقف خانه در لغمان، مکمل خانواده زیر آواره شد. دو ولسوالی بدخشان توسط جبهه آزادگان و مقاومت متحدانه فتح شد. اظهارات تازه نیکلسون در مورد طالبان همه آنها را وارخطا و دست و پاچه کرده است. سلام و سرویس اطلاع رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفاً چنل را سابسکرایب کنید. سیلاب در ولسوالی اندر غزنی ده ها خانواده به کمک عاجل نیاز دارند و اگر کمک نرسد ممکن صدها خانواده از گرسنگی جان دهند. منابع امروز میگویند که بارش شدید باران از شام روز گذشته تا اکنون در نقاط مختلف این ولایت جریان دارد و در اثر آن خانه های زیاد تخریب و بیش از 100 خانواده بی سرپناه شده است. منابع افزودند که هم اکنون ده ها خانواده به علت افزایش حجم آب در روستای بسان ولسوالی اندر و فرو ریختن خانه هایشان به مسجد و روستاها پناه برده اند و به کمک عاجل بیشتر نیاز دارند. منابع تاکید میکنند که زنان و کودکان به مسجد پناه برده اند که بلندتر از خانه ها موقعیت دارد، اما سطح آب لحظه به لحظه بالا می آید. با گفته منابع تمام لوازم اجناس و مواد غذایی باشندگان این روستا زیر آواره شده است. گفتنی است که در 3 روز گذشته 700 باب منزل مسکونی در ولسوالی اندر ولایت غزنی تخریب شده است. گفته می شود که سرازیر شدن سیلاب مرکز و برخی از ولسوالی های غزنی به ولسوالی اندر باعث تجمع سیلاب در این ولسوالی شده است. خبر بعدی، جبهه آزادگان افغانستان 4 طالب به شمول فرمانده امنی این گروه در سالنگ را تا دم مرگ زخمی کرده اند. این جبهه امروز با نشر خبرنامه ادعا کرده است که افراد طالبان در نتیجه حمله نیروهای این جبهه بر مرکز ولسوالی سالنگ شدیداً زخمی شدند. در خبرنامه افزوده شده است که این رویداد حوالی ساعت امروز در روستای آقاخیل سالنگ جنوبی رخ داده و به نیروهای این جبهه آسیب نرسیده است. مسئولان محلی طالبان در ولایت پروان در این مورد با رسانه‌ها اظهار نظر نکرده‌اند. جبهه آزادی افغانستان چند روز پیش با پخش نوار تصویری از گسترش فعالیت‌هایش در ولایت فراه نیز خبر داده بود. در جریان ماه‌های گذشته این جبهه مدعی شده است که حملاتی را علیه طالبان در ولایت‌های بغلان، تخار، لغمان، کابل، کاپیسا، قندهار، پروان، بدخشان، سرپل و نورستان راه اندازی کرده است. خبر بعدی، جبهه آزادی بخش بلوچستان 7 عضو ارتش پاکستان را کشتیم. جبهه آزادی بخش بلوچستان BLF میگوید که 7 تن از اعضای ارتش پاکستان در نتیجه حملات آنان کشته شده است. گهرام بلوچ، سخنگوی جبهه آزادی بخش بلوچستان امروز با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای آنان 7 تن از نظامیان پاکستان را در منطقه جدمزن شهر کچی ایالت بلوچستان کشتند. بلوچ افزوده است که اجساد 6 تن از اعضای ارتش پاکستان با 5 گور و 1 جسد دیگر به بیمارستان تربت در کیچ منتقل شده است. ارتش آزادی بخش بلوچستان مدعی آزادی بلوچستان هستند. این نیروها اخیراً در درگیری‌های زیادی با ارتش پاکستان داشتند. چند روز پیش نیز 8 تن از اعضای ارتش پاکستان از سوی این نیروها کشته و 18 تن دیگر زخمی شده بودند. خبر بعدی، نشست وزیران دفاع شانگهای. وزیر دفاع روسیه: اوضاع در افغانستان رو به وخامت است. وزیر دفاع روسیه وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان را رو به وخامت توصیف کرده و گفته است که افراطیت مذهبی، قاچاق مواد مخدر و جنایات فرامرزی در این کشور بیداد میکنند. خبرگزاری تاس گزارش داده است که این سخنان را سرگی شوگیو وزیر دفاع روسیه امروز در نشست وزیران دفاع سازمان همکاری های شانگهای بیان کرده. شوگیو گفته است که در میان تداوم درگیری های مسلحانه وضعیت اجتماعی و اقتصادی در کشور رو به وخامت است. تحمیل ایدئولوژی رادیکالیسم مذهبی و قاچاق مواد مخدر و جنایات فرامرزی بیداد میکنند. با گفته وزیر دفاع روسیه، فعالیت سازمان های تروریستی بین المللی از جمله داعش القاعده در افغانستان در حال گسترش است و با گفته او این یک چالش جدی برای امنیت آسیای میانه میباشد. او با اشاره به اوضاع نابسامان افغانستان افزوده است که سطح احضارات پایگاه های نظامی روسیه در قرقیزستان و تاجیکستان و دیگر نیروهایمان به خطر پاسخگویی به اوضاع احتمالی بحرانی بلند برده می شود. وزیر دفاع روسیه در ادامه گفته است که از مسکو
از هر گونه ابتکار بین‌المللی در مورد حل فصل مسئله افغانستان استقبال میکند و اقداماتی را برای تضمین امنیت در منطقه آسیای مرکزی روی دست میگیرد. اکنون بپردازیم به تازه‌ترین جزئیات از خبرهای خوش در مورد بدخشان. دو قریه در رباتک کشم بدخشان کاملا توسط جبهه مقاومت ملی تصفیه شده است. منابع نزدیک میگویند که در روزهای آینده سه ولسوالی دیگر در این ولایت فتح خواهد شد و اقدامات بعدی میتواند منجر به سقوط تمام ولایت و زودترین فرصت گردد. خبر بعدی، در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در لغمان 4 تن کشته و زخمی شدند. این رویداد در پیکل دره ولسوالی الینگار این ولایت رخ داده است. زخمیان این رویداد به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت دو تن از آنان وخیم توصیف شده است. طالبان وقوع این رویداد را تایید کردند. گفتنی است که وقوع سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید و دوامدار سبب فروریزی سقف‌ها و خانه‌ها و تخریب آنان می‌شود. خبر بعدی، اظهارات تازه نیکلسون همه چیز بازگشایی مکاتب دخترانه نیست. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که آنان بیش از حد در مورد بازگشایی مکتب دخترانه صحبت می‌کنند. گویی تمام دغدغه های حقوق بشر در افغانستان همین موضوع باشد. توماس نیکلسون روز جمعه در توییت گفته است که بازگشایی مکاتب دخترانه اولویت و خواسته درجه یک است. او افزوده است که گاه تعجب میکنم که ما بیش از حد در مورد مکاتب دخترانه صحبت میکنیم که گویی تنها دغدغه حقوق بشر همین است و مردم افغانستان باید زمانی که طالبان به این موضوع پرداختند راضی باشند. او همچنان گفته است که متوجه شده است تا زمانی که طالبان این کار را نکنند سایر حقوق نیز راحت نمی شود. این در حالی هست که بیش از یک سال از قدرتگیری طالبان در افغانستان می گذرد و تا اکنون درب مکاتب دخترانه بالاتر از صرف ششم باز نشده است. آرنود پاولز، رئیس هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان که گفته می شود از سوی طالبان اخراج شده است، نیز در فرجامین مصاحبهش گفته بود که بازگشایی مکاتب دخترانه، رعایت حقوق زنان و نیز تشکیل دولت فراگیر از اولویت های این اتحادیه می باشد. دوستان عزیز، نظر شما در این موضوع چیست؟ لطفا نظر میکتان را با ما شریک بسازید. همچنان فراموش نکنید کانال ما را سابسکرایب کنید. تا درود دیگر، خدا یار نگهدارتان.